بعد از پایان دور اول انتصابات که به گمان من اون عدم مشارکت مردم به عنوان یک نقطه عطف تاریخی در تاریخ مبارزات مدنی در مردم ایران شناخته خواهد شد ما شاهد این بودیم که یک طیف قابل توجهی از اون جناح سنتی اصلاح طلب دائمان به این مسئله که شما بهش اشاره کردید دامن میزنند که با توجه به تمام داده هایی که موجود است با توجه به تمام نظرسنجی های موجود شخص قدرتمند بعدی در کاخ سفید ایالات متحده کسی جز ترامپ نیست و وجود ترامپ میتونه شرایط بسیار بقرنج و خطرناک از جمله یک جنگ احتمالی رو برای ایران به ارمغان بیاره اما به گمان من این یک استفاده ابزاری از عامل ترس بیش نیست اتفاقا مردم ایران در این فضای مشخص تاریخی امروز نقش بسیار مهمی میتونن ایفا بکنن اما نه با رأی دادن به اصطلاح مثلا به جای جلیلی مثلا پزشکیان رو به قدرت برسونن که بتونه ممانعت بکنه از مشکلاتی مثلا مثل جنگ استدلال من این هستش که عدم مشارکت مردم میتونه یک عامل بازدارندگی برای سیاست های ماجراجویانه و خطرناکتر جمهوری اسلامی به وجود بیاره وقتی که جمهوری اسلامی به شکل شفاف به این باور و آگاهی برسه که عملا من امروز دیگه هیچ گونه پشتوانه معنادار مدنی و مردمی ندارم اگر که من دست به یک سری اقدامات بسیار خطرناک و ماجراجویانه در منطقه زدم که میتونه منجر به افزایش دانش بشه که میتونه حتی منجر به جنگ بشه اگر که جنگی صورت بگیره اگر که حمله ای صورت بگیره این مردم ایران نیستند که در واقع میان از حاکمیت و نظام پشتیبانی میکنن نه تنها از نظام و حاکمیت پشتیبانی نمیکنن بلکه به شکل همزمان در یک جپه همزمان میتونن اعمال فشار بیشتری علیه حاکمیت بکنن پس اون کسانی که نگران آینده ایران هستند اون کسانی که نگران سایه جنگ بر ایران هستند من احساس میکنم که در این بزنگای بسیار مهم تاریخی از این عدم مشارکت خودشون میتونن به عنوان یک ابزار بازدارندگی برای به شکلی تعدیل کردن و تغییر دادن بعضی از سیاست های بسیار خطرناک جمهوری اسلامی در حوزه سیاست خارجی بحث من هم همین استش جناب آقای مهدوی آزاد. من واقعا باورم این هستش که اگر که جمهوری اسلامی خصوصا با توجه به الگوی رفتاری بسیار خطرناکی که ما از حاکمیت خصوصا در چند سال گذشته دیدیم. اگر که جمهوری اسلامی به این باور برسه که حداقل یک تیفی از جامعه حالا فارغ از اون کسانی که شکل سنتی از جمهوری اسلامی حمایت میکنن امروز به رقم تمام چالش هایی که جمهوری اسلامی براشون به وجود آورده همواره از سیاست های کلان جمهوری اسلامی حمایت میکنن به نظر من دیگه عملا هیچ گونه عامل بازدارندگی وجود نداره که یک هفتم اکتبر دیگه به وجود بیاد ما شاهد افزایش دانش بیشتر بین حوثی و عربستان سعودی بشیم افزایش دانش بیشتر در لبنان و حزب الله بشیم و کلا این سیاست هایی بسیار خطرناکی که خصوصا در 6 هفته گذشته جمهوری اسلامی اونها رو داره اعمال میکنه